علل و دلایل زود انزالی چیه؟ انزال به معنی آزاد شدن مایع منی از آلت تناسلی مرد هستش که در اثر تحریک جنسی، در رابطه جنسی و یا خودارضایی رخ میده. حال در این شرایطی که انزال بسیار زودتر از حد معمول خودش رخ بده، به طوری که لذت جنسی مرد و زن هر دو در رابطه جنسی کاهش پیدا بکنن یا به طور کلی از بین بره، زود انزالی رخ میده. امروز میخوام به طور کامل در مورد علتها و پیامدهای زود انزالی با شما صحبت بکنم. سلام، مریم هستم، کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا هستم. دوستان قدیم و جدیدم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً ساب و زنگوله رو بزنید و با پیام‌های قشنگتون علاقتون رو به ویدیوها نشون بدید و همینطور هر سوالی دارید بپرسید و منتظر نظر کارشناسی من باشید. لطفاً با من همراه باشید. علل و دلایل زود انزالی شامل موارد زیر میتونه باشه: زود انزالی ناشی از اضطراب و استرس، فشارهای روانی مختلفی که در فرد تنش و اضطراب رو به وجود میاره، میتونه منجر به تأخیر یا تعجیل در انزال بشه. به طور مثال درگیری هایی که بین زوجین هستش، اورگاسم نامناسب یا به اورگاسم نرسیدن شریک جنسیتون، نامناسب بودن زمان و مکان آمیزشتون هم میتونه ایجاد تنش بکنه و این تنش میتونه منجر به انزال بشه. انزالی که زودرس باشه و یا دیررس باشه هیچ فرقی نمیکنه. زود انزالی در پی خودارضایی. خودارضایی مردان از جمله مواردی هستش که در طول مدت و یا با انجام مکرر بیش از حد میتونه مشکلات جنسی رو برای فرد ایجاد بکنه. زمانی که فرد به صورت مکرر و یا تنها با یک شیوه خودارضایی میکنه، نسبت به اون عمل شرطی میشه و نمیتونه اون توانایی جنسی رو با شریک زندگیش داشته باشه. زود انزالی و سن فرد. زود انزالی در نوجوانان و افرادی که به تازگی برقراری رابطه جنسی رو شروع کردن خیلی زیاد هستش. بی تجربگی و سطح هورمون‌هاشون مهمترین علل در انزال در این افراد هستش. به همین دلیل هستش که بالا رفتن سن و کیفیت تجربه میتونه کمک بکنه به اینکه این زود انزالی رو برطرف بکنه. با این حال بالا رفتن سن و پا گذاشتن به میانسالی و سالمندی مجدداً میتونه محرک بروز زود انزالی باشه. سالمندان ممکن هستش که در برخی اختلالات جنسی مثل اختلال نعوذ هم درگیر باشند. زود انزالی ناشی از اختلال نعوذ که در اون آلت تناسلی مرد به نعوذ کامل نمیرسه یا نمیتونه در حالت برانگیختگی یا همون راس یا شق شدن باقی بمونه. این اختلال به دلیل ایجاد یه سری تنش هایی هستش که در فرد به وجود میاد. میتونه روانی باشه که استرس هست، کاهش اعتماد به نفس هست یا میتونه تحت تاثیر فیزیولوژیکی فرد باشه، مثل عدم گردش خون در آلت تناسلی که موجب کاهش کیفیت رابطه جنسی میشه. زود انزالی ناشی از افسردگی. افسردگی میتونه تأثیرات منفی رو بر روی فعالیت‌های هورمونی فرد داشته باشه. همچنین از پیامدهای
افسردگی کاهش یا افزایش شدید میل جنسی هستش. میتونه روی کیفیت رابطه جنسی، ارگاسم و میزان تحریک جنسی هم اثر بذاره. مطمئن هستم تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و خوشحال میشم این کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید تا همه بتونیم از یک زندگی خوب برخوردار باشیم. لطفاً با ساب و لایک علاقتون رو به ویدیوها به من نشون بدید. ممنون هستم از همه شما دوستای عزیزم. شما رو به دیدن ادامه ویدیو دعوت میکنم. زود انزالی به دلیل اشکال در سیستم هورمونی یا عصبی میتونه باشه. بالا و پایین رفتن هورمون‌های جنسی میتونه بر روی میزان تحریک پذیری و کیفیت رابطه جنسی اثرگذار باشه. زود انزالی به دلیل بی‌توجهی به معاشقه پیش از آمیزش میتونه باشه. عشق بازی و آماده سازی قبل از آمیزش میتونه از دلایلی باشه که از اورگاسم همزمان جلوگیری میکنه، چرا که تحریک ناکافی باعث میشه در حین آمیزش فرد به انزال نزدیک بشه، در حالی که خانم هنوز به اندازه کافی تحریک نشده تا بتونه اورگاسم رو تجربه بکنه. پیامدهای زودنزالی. از جمله مهمترین پیامدهایی که زودنزالی داره میتونیم موارد زیر رو نام ببریم. تأثیر روی روابط زوجین هستش. زودنزالی معمولاً به این صورت هستش که مرد زودتر از شریک زندگی خودش به انزال میرسه. این مسئله به این معنا هستش که شریک جنسی ارضا نشده و لذت جنسی رو تجربه نکرده که میتونه منجر به سردی رابطه و عدم گرایش به آمیزش بعدی بشه که به مرور زمان هم روی رابطه عاطفی اونها هم اثر منفی رو میذاره. مشکلات باروری. زود انزالی باعث میشه که انزال در داخل واژن اتفاق نیفته و در نتیجه لقا هم رخ نمیده. کاهش اعتماد به نفس. زود انزالی به دلیل پیامدها و اثراتی که روی روابط زوجین داره، همینطور به دلیل تأثیری که روی خودپنداره یعنی همون ذهن جنسی مرد میذاره، میتونه سبب کاهش اعتماد به نفس در اون بشه. یه دور باطل در پی زودنزالی به وجود میادش. معمولاً در زودنزالی یه دور باطل مشاهده میشه، به طوری که انزال زودرس در چند تجربه جنسی اثرات مخربی رو روی فرد میذاره و این اثرات در آمیزش‌های بعدی هم صورت میگیره و این تنش و استرس رو برای خود فرد و یا شریک جنسی به وجود میاره. زودنزالی مشکل شایعی هستش که نباید از اون خجالت بکشید، اما زودنزالی در طولانی مدت بر روحیه شما و کیفیت رابطه با همسرتون تأثیر منفی رو میذاره. با کمک پزشک میتونید علت زود انزالی رو شناسایی بکنید و اون رو درمونش بکنید. من توصیه میکنم در ابتدا با یک متخصص اورولوژی صحبت بکنید و در صورتی که مشخص شد که از لحاظ جسمی و هورمونی هیچ مشکلی ندارید و این علت به احتمال زیاد به مشکلات روانی برمیگرده، میتونید با یک روانشناس کمک صحبت بکنید و ازش کمک بگیرید. خوشحال هستم که تا انتها با من همراه بودید. ممنون میشم نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. همینطور ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ همه شما.